سلام رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. دنیا ممنون به خاطر حمایتتون توی ویدیوی قبلی و نزدیک به 400 تا کامنت که بخش اعظمشون کامنت های انگلیسی بود. توی این ویدیو قراره بریم سراغ نکات ریزی از بازی پرینس آف پرشیا The Last Crown که به زودی قراره عرضه بشه و این نکته ها توی بازی عملا گفته نشده و دونستنش کمک میکنه تجربه بسیار بهتری بعد از عرضه بازی داشته باشید. تمامی نکاتیه که میبینید توی این ویدیو اومده بعد از 30 ساعت تجربه بازی روی درجه سختی نرمال و یه جاهایش هم درجه سختی هارد بوده که خیلی بهتون کمک میکنه اگه میخواین روند جذابی رو در پیش داشته باشید. برای ادامه ویدیو با این وله جذاب از خود بازی با من همراه باشید. امیدوارم از شنیدن اشعار سعدی لذت برده باشید. من تو بازی پرینس آف پرشیایی که عملا فرانسوی ها ساختن. و اما شماره یک اینه، از اونجایی که بازی رو درجه سختی آسون تقریبا 20 ساعت و درجه سختی هاردش تقریبا 30 تا 35 ساعت طول میکشه که تموم بشه، چیزی که بازی به شما نمیگه اینه که در ابتدا درجه سختی مورد علاقه خودتون رو بذارید، نه درجه سختی چالشی رو. یعنی توصیه من اینه برای اینکه هم داستان بازی رو متوجه بشید، هم با مکانیزم پیچیده یه طراحی مبارزات بازی که در ادامه توی همین ویدیو بهش اشاره میکنم راحت تر کنار بیاین، توصیه میکنم اول کار بازی رو درجه سختی آسون حتما تمومش کنید و بعد از اون مجددا بازی رو تکرار کنید و نگران سرگرم کنندگیش هم اصلا نباشید، چون طراحی مبارزات بازی و پلتفرمینگ فوق‌العاده‌اش قشنگ جای همه اینا رو براتون پر میکنه. بریم به سراغ شماره بعدی. شماره دوم اختصاص داره به مکانیزم تالیزمان. قبل هر چیزی بگم، حتما خیلیاتون هالو نایت رو تجربه کردید. اگه هالو نایت رو تجربه کرده باشید، کاملا ما مکانیزم تالیزمان بازی پرینس آف پرشیا آشنایی دارید. البته ما این مکانیزم رو توی بازی افتر ایمیج هم داشتیم، به نوعی هم توی بازی اورینت ویل آف د ویسپس بوده. البته اینجا یه تفاوتی که داریم، مکانیزم آپگرید تالیزمان است. یعنی بعضی از تالیزمان ها که تعدادشون هم کم نیست، با آپگرید کردنشون میتونید عملا قابلیت های بهتری ازشون بگیرید. شماره سوم اختصاص داره به مکانیک پری کردن توی بازی شاهزاده ایرانی. پری کردن توی این بازی باعث شده که از نظر من این بازی سکیرو ترین متروئیدوانیایی باشه که تا به حال تجربه کردم. مکانیزم پرفکت بلا که تو خیلی از بازی‌ها بابتش حرف زدم و صحبت کردم و میدونین چیه، واسه اونایی هم که نمیدونن، یعنی دفاع در لحظه، یعنی دقیقاً تو همون لحظه‌ای که دشمن به شما حمله میکنه شما دفاع کنید، تو بازی خیلی خیلی اهمیت داره. اگر روی حمله‌هایی که علامت زرد رنگ میاد روی انمی‌ها این دفاع موفق رو انجام بدید، که خب یه انیمیشن خاص هم میبینید که تماشایی هم هست. اما تالیسمان هایی هم توی بازی وجود دارن که چسبیدن به همین پری کردن و عملا آپشنای بیشتری به ازای پری کردن شما به شما اختصاص میگیره. به همین دلیل توی بازی خیلی دقت کنید، طراحی مبارزات بازی شدیداً روی پری کردن سواره و باید یادش بدید اگر مخصوصا میخواهید درجه سختی بالا بازی رو تموم کنید. شماره چهار اختصاص داره به مهمترین و جدیدترین ویژگی بازی پرینس آف پرشیا The Last Crown. این بازی خیلی از خصوصیاتی که توش هست توی اکثر متروئیدوانیاهای سابق دیدین، اما یه مکانیزم پین کردن توی نقشه داره که خیلی جذابه. بازی متروئیدوانیا یه مشکلی که دارن اینه که شما بعضن ابزارهای پین کردن بهتون داده میشه توی مپ بازی، ولی فرضاً هم بتونید مارک گذاری کنید نقشه رو، یادتون نمیاد. یعنی فقط مثلا میگید آقا جایی که سوال بود من یه علامت سوال بذارم و همچین چیزایی. مکانیک پین کردن توی بازی پرینس آف پرشیا یکی از خصوصیت‌های مهم و ویژه‌اش اینه که این پین کردن که با یه آیتم تو بازی اتفاق میفته و باید به دست بیارینش، خیلی هم چیز ریری نیست، پیدا میکنید، یه اسکرین شات به شما میده.
یعنی شما هر وقت روی مپتون برید و روی پین هاتون هم برید، اسکرین شات اون بخش از بازی، اون لول بازی هم براتون میاد و اینطوری مجبور نیستید کلی مسافت رو طی کنید تا بفهمید فلانجا چه خبره. و این ویژگی خیلی ویژگی مهمیه، حتما ازش استفاده کنید، چون خیلی از جاهای بازی رو ممکنه کلا یادتون بره و بعدا بهش سر نزنید. شماره 5 اختصاص داره به شاهی. حالا من یزدی ام و مثلا بچگیامون گفتن آقا دو شی سه شی. قدیما یه واحد پولی به اسم شاهی توی ایران وجود داشته، ولی واحد شاهی توی این بازی به شدت اهمیت داره. شما یه شاپ مخصوص دارید که یه سری تالیسمانای بسیار مهم میفروشه که فقط هم با شاهی معامله میکنه، فارغ از اون یه سری آپگریدهایی که رو بعضی از تالیسمانا توی آهنگریتون هم میخواین انجام بدید احتیاج به شاهی داره. نکته تلخ ماجرا یا مثلا سختی ماجرا اینه که اکثرا به دست آوردن شاهی ها از طریق یه سری از پازل پلتفرم‌های خیلی پیچیده و طولانی و مرگاور اتفاق میفته. البته یه ساید میشن مهمم داریم تو بازی که تقریبا 8 تا دونه بهتون شاهی میده. بنابراین خیلی دقت کنید، توی بازی به شما نمیگه که شاهیتون رو کی مصرف کنید، ولی زرت و زورت نزنید تو آپگرید هر تالیسمانی که اول بازی به دست میارید. معمولا آپگرید تالیسمانا رو صبر کنید، برید جلوتر ببینید اون آر پی جی که برای طراحی مبارزاتتون میخواید انتخاب کنید چیه و بر اساس اون آپگرید رو انجام بدید، چون تعداد شاهی ها انقدی نیست که شما کلا به راحتی همه رو توی پلی تورو اولتون بتونید به دست بیارید، مگه اینکه دیگه یک کله بشینید پای بازی. بریم سراغ شماره 6. شماره 6 اختصاص داره به شمشیر توی بازی. بله، شما تیر کمون دارید و کلی قابلیت دیگه هم توی بازی اضافه میشه که میتونید توی مبارزاتتون ازش استفاده کنید. اما شمشیر شما مهمترین سلاحیه که توی بازی و توی مبارزاتتون استفاده میشه. از اونجایی که خیلی این سلاح مهمه و از اونجایی که آیتم آپگرید سلاح و تیر کمون عملاً یه چیزه و تو بازی هم خیلی خیلی اپیکه، یعنی به سختی به دست میارید یا بعد از گذروندن یه سری مراحل خاص در واقع این آیتم رو به دست میارید، خواهشاً اون تیر کمون رو آپگرید نکنید. یعنی شما حتی تلاش هم بخواید بکنید نمیتونید با تیر کمون بازی رو تموم کنید، یه پروسه چالشی میشه واسه یه سری از آدمایی که اسپیدران میرن و این قصه ها. بنابراین خواهشاً تاکید میکنم تیر کمون رو آپگرید نکنید و تمام آیتما رو نگه دارید برای شمشیر و بعداً در ادامه هم میبینید یه سری تالیسمان ها به شما اضافه میشه که اونها هم قدرت شمشیرتون رو بالا میبره و تمرکز کنید رو شمشیرتون دیگه. خلاصه تیر کمون مهمه ولی بیشتر حالت استراتژیک داره، یه جای خاصی اهمیت پیدا میکنه یا توی فایت یه جای خاصی مهم میشه. شمشیر رو فراموش نکنید. بریم سراغ شماره بعدی. شماره 7 اختصاص داره به تالیسمان برد که بچه‌هایی که فردا قراره بازی رو تجربه کنن، مثلا بازی رو پیش خرید کردن زودتر عملا بازی دستشونه، این تالیسمان جزء آیتم‌های اضافه‌ای که بهشون میده. تا الان آپدیتی روش نیومده و این تالیسمان خرابه بچه‌ها. کارش اینه که شما نزدیک گنج چیزی میشید به شما نشون بده، ولی مثلا شما ممکنه برید یه منطقه گنجش هم خالی کنید باز این زنگ رو میزنه. حدس میزنم تو پچ روز عرضه که پنجشنبه یا چهارشنبه است احتمالاً اینو آپدیت کنن و درستش کنن. خودم هم مکاتبه‌ای که داشتم گفتم ایرادشو، ولی در جریان باشید فردا بازی رو گرفتی نگین تالیزمان چشه‌ای دیلینگ دیلینگ میکنه، کلن گیر پاچ داره. بریم سراغ شماره بعدی. شماره 8 اختصاص داره به پایگاه. ببینید تو شروع بازی برخلاف اینکه فکر میکنید پرولوگ بازی از زمانیه که شما وارد کوه قاف میشید، خب خیلیاتون دمو رو تجربه کردید گیم پلی بقیه رو دیدین در جریانید، ولی در واقع پرولوگ بازی تا زمانی ادامه داره که شما به پایگاه برسید، یعنی یه کوچولو دیگه باید بازی کنید برسید به یه جایی که اسمش در واقع پایگاه است توی سیوتون. و داستانی که داره اینه که این پایگاه آهنگریتون اونجاست، فروشگاهتون اونجاست، میدون تمرین، همه چیزتون اونجاست، حالت هاب بازیهای سولز رو داره. دقت کنید که تا قبل از رسیدن به پایگاه هیچ کار خاصی انجام ندید. یهو یه جایی رسیدید پولی بخواید خرج کنید، به یه شاپ خاصی برسید، به یه فرد خاصی برسید، کلا هیچی رو به چخنت نمیرید اصلا. خیلی راحته رسیدن به پایگاه. بعد از پایگاه تصمیم میگیریم چیکار کنیم. شماره 9 و 10 راجع به همین پایگاه و اتفاقات مهمش. شماره 10 از همه مهمتره، بنابراین حواستون رو جمع کنید که شماره 10 رو بعدا میگم. اما شماره 9 اختصاص داره به سیستم فست تراول. من تمام سیوای بازی رو نگرفتم. معمولا تو عنوانای مترویدوینیا وقتی همه سیوا رو بگیرید بین سیوهای رابطه فست تراولی به عنوان آفر به بازیکن میدن. من چون هنوز نگرفتم و چند جایی هم که سرچ کردم چیزی بابتش پیدا نکردم نمیدونم. ولی با فرض این که اصلا همچین مکانیکی نداره تو بازی، قابلیت فست تراول به واسطه پیدا کردن یه سری در واقع تندیس های تخت جمشیدیه. حالا ببینید خودتون میفهمید چی میگم، تو تصویرم مشخصه.
این فست تراول ها یه ذره جابجایی رو سخت میکنن، یعنی شما برای اینکه یه نقطه خاصی برید نمیتونید برید به سیو نزدیکش، باید حتما برید اونجا از اونجا جابجا بشید. میگم تو بازی های میترودوینیا وقتی معمولا همه فست تراول ها رو میگیری، من تقریبا 70-80% مپ اونجا که میبینید باز کردم، فکر کنم همه رو نگرفتم، معمولا فست تراول رو میدن. حالا خلاصه این قابلیت فست تراول رو در جریان باشید که خیلی مهمه، اما چیزی که بازی به شما نمیگه اینه معمولا 90% این گزینه های فست تراول در نزدیکی سیف هان، و شما وقتی میرسید نزدیک اینا یه حالتی هم تصویر میگیره که متوجه میشید آها الان اینجا یه در واقع آیتم فست تراولی داریم ما، یعنی میتونیم بریم پیداش کنیم. حواستون باشه هر سیوی رسید یه ذره دور و برش رو بگردین، چون اینا خیلی مهمه تو جابجایی توی من. بریم سراغش. گزینه آخر خیلی خیلی هم مهمه. این آخر شماره 10 اختصاص داره به طراحی مبارزات یا کامبت دیزاین بازی. یکی از جذاب ترین طراحی مبارزات توی عناوین متروئیدونیای تاریخ بیشک اختصاص داره به بازی پرنس آف پرشیا د لاست کرام، که تکرار میکنم سکیرو ترین متروئیدونیاییه که تا به حال تجربه کردم، شاید برای شما هم همین باشه. آقا بازی به شما نمیگه، ولی شما بدونید وقتی میرسید به پایگاه یه جایی دارید مثل میدون تمرین، از قضا یه سری چالش ها داری که به شما پول بازی رو هم میده، و خب خوبه که برید در واقع اون چالش ها رو انجام بدید، ولی فقط به چالش ها بسنده نکنید. آقا خیلی از موومنت هایی که توی بازی و توی فایت استفاده میکنید حتی تو چالش ها هم نیست، برید اونجا ور برید با این سیستم مبارزات بازی، چون به شدت هرچی جلوتر میرید با آپگرید های جدید و قابلیت های جدیدی که پیدا میکنید پیچیده میشه. بریم سراغ گزینه بعدی، نه بریم سراغ صحبت پایانی که خیلی مهمه. بچه‌ها مورد آخر اینه که خیلیاتون بابت واکترو بازی میپرسید. من همیشه توی تویچ استریم میکنم، از قضا 2 ساعت بعد از آپلود این ویدیو یا 1 ساعت و نیم بعد آپلود این ویدیو هم قرار استارت بزنم، یعنی 1 روز قبل عرضه قرار بازی رو استریم کنم. تمرکزمون رو محوریت داستان و نشون دادن محیط و گیم پلی بازیه، و اینکه اگه دوست داشتین حتما تشریف بیارید تویچ. مثل همیشه هم با لایک و کامنت هاتون ساپورت کنید، اگه لایک میذارید میپره به خاطر وی پی ان اونم چک کنید. دمتون گرم که انقدر ساپورتیوین، خیلی چاکریم. کامنت انگلیسی هم فراموش نشه واسه این ویدیوهای پرنس آف پرشیا. عاشقتونم و خدافظ.